نشست علمی روزانه آیت الله عزما سید صادق حسینی شیرازی روز سه نهم شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی با اشاره به آیه 114 سوره تاها پس بلند مرتبه است و بزرگوار خدایی که به حق و راستی فرمان روای جهان است و تو ای رسول پیش از آنکه وحی قرآن تمام و کامل به تو رسد تعجیل در تلاوت و تعلیم آن مکن و دائم بگو را بر علم من بیافزا فرمودند ظاهر این آیه شریفه این است و همانگونه که در روایات هم آمده قرآن کریم چند بار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی نازل شده است معظم الله در ادامه فرمودند در یک مرحله کل قرآن کریم به صورت یک جا بر پیامبر اکرم نازل شده که آن حضرت تمامی آیات قرآن را حفظ داشتند و همچنین به صورت تدریجی نیز در حوادث و رخدادهای خاص هم آیاتی به مناسبت بر ایشان نازل می شده است. ایشان در رابطه با شعن نزول این آیه شریف فرمودند زمانی که جبرئیل به صورت تدریجی آیات قرآن را نازل می نموده چون حضرت رسول آن آیات را از قبل شنیده بودند و نسبت به آن آگاهی داشته و آیات نازل شده را از قبل حفظ داشتند قبل از آنکه جبرئیل آن آیات را بخواند در برخی از موارد آن آیات را قبل از او قرائت می فرمودند. آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند این آیه شریفه حکایت از این موضوع دارد که قرآن کریم به رسول اکرم توصیه نموده که اجازه بدهید ابتدا جبرائیل آیات قرآن را بخواند و بعد شما آن را بخوانید معظم الله با تاکید بر اینکه این آیه شریفه اگرچه خطاب به پیامبر اکرم آمده اما در حقیقت خطاب به عموم است فرمودند حدیث مشهوری از امام صادق علیه السلام نقل شده که قرآن مانند این ضرب المثل عربی نازل شده که گویند به تو میگوییم ولی ای همسایه تو گوش کن و در زبان فارسی هم مشابه این ضرب المثل وجود دارد که میگویند به در بگو تا دیوار بشنود و در این آیه اگرچه خطاب خدای متعال پیامبر اکرم است اما در حقیقت خدا دیگران را مورد خطاب قرار داده است معظم الله همچنین تاکید فرمودند چون اسمت قطعی و مسلم است هر چیزی که با آن منافات داشت به خاطر مسلم بودن اسمت موارد دیگر باید تعویل شود با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم بله بلد بودن بله نه خودشون هم دیگه جبرایل میخواست بخونه مثلا الله لا اله الا الله الحي القيوم پیغمبر قبل جبرائیل میخوندن اینا قرآن فرموده نخون ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي صب کن تموم کنه اینا چون مقام عصمت مسلمه اینا حمل میشه بر همون که تو روایت داره ایا که و یا جاره یعنی برای عموم خطاب به پیغمبره صلی الله علیه و برای عموم